فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب هاي که شما دل خوهرين در باره ازی باید ما تفصیلات بتم اصلا ارخاب قابل تعبیر نیست انسان نمیتونه که هر خواب تعبیر بکنه خواب ها نظر به عدیث مبارک حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سه دسته تقسیم شده خواب های رحمانی است که از طرف الله سبحانه و تعالی به بندگانش تذیق میشه و این خواب ها شرایط خیلی خیلی خاص داره و باید انسانی که بر از اون خواب های رحمانی تذیق میشه شرایط خواب کردن طبق دستورات مکتب اسلام باید مراد کرده باشه که دیگه برای مضمون های نوشتیم و مزامین را هم صوتی خدمت عزیزان تقدیم کردیم و نیز خواب دوم که از خواب هست از طرف شیطان است و این خواب برای کسایی که از یاد الله سبحانه و تعالی غافل هستند اونهایی که در لعب و لعب مشغول هستند اونهایی که زندگیشان سراسر لعب و لعب است یعنی سراسر سر دنیا هست و برای عبادت وقت نمی گذارن برای اونا میشه و سیوم خواب هایی است که برای برنامه خواب های تزریقی اعمال روزانه یاد میشه این شکلی است که انسان به اون کار که روزانه آغشته هست یا مشغول است اون خواب در برزی تزدیق میشه که خواب های عادی معمولی است و ارقدر که انسان در لا لح و لحب یعنی چیزهایی که در, در آخرت برزو فایده نداره چیزهایی که در قبر برزو مفاد نمی رسانه چیزهایی که حتی باید لواهی که مفاد نمی رسانه برای زن نقص می کنه هر قدر که انسان به او آغشته باشه خوابهای لاو لحب برای زن تزگیق می و اگر امی کسایی که به لا لحب و با موسیقی و با فلم دیدن و با زیای وقت و با تمام این چیزها مشغول استن اگر انسان به میشکل زندگی خود پیش ببره اینا حتی گاگای اگر نماز هم بخوانند در نمازها وسوسه میشن. یکی از دلایل بسیار عمده وسوسه در در نمازها امی است اکثریت نمازگزارها در نمازها وسوسه میشن به خاطر اینکه زندگی نا یعنی یعنی یک یک فیصدی یا درصدی اکثریت زندگی روزمره ها در لا و لحب است لا و لحب از قبل چیزهای مختلفی که دنیوی هست اول خب بسیار در کار مشغول هستند باید زمان انسان قلب انسان مشغول ذکر الله سبحانه و تعالی باشه ولو که کارم میکنه در جریان کار باید یاد الله را زد بکنه خوف الله را باید داشته باشه ترس از الله داشته باشه دومش زیای وقت است یعنی کسایی که وقت خود از ضایع میکنه در مقابل تلویزیون در مقابل درامها ها در مقابل سخنان بیهوده در یک مجلس می نشینن با این مجلس دوام پیدا میکنه و سخن های بیهوده و لعل حب گفته میشه کسانی که در غیبت در قصه های این و آن بالای مردم صحبت میکنن که فلان چی کرد فلان چنان کرد خبرهای از این و آن میارن به دیگه خود پخش میکنن کسانی که بالای سطرنج می نشینن تخته سطرنج و سطرنج می و می و می زنن با هم عصبی هم میشن می و می بازن کسانی که در کتب شعرا خود مصروف کردن و همیشه از شعر می که باش ما در جای یاد بکنم و شعر یاد بگرم و یعنی تمام چیزهایی که از اسلام بدور است تمام چیزهایی را که اسلام عزیز ما برای ما داده و مثال عدیث هست برای ما قرآن است تفسیر است مکتب اسلام خیلی وسیع است بسیار چیزهایی است که انسان باید زندگی خود به اون مصرف بکنه اما می انسان غافل بلا و لحب با چیزهایی که در آخرتش چیزهایی که در قبرش چیزهایی که با مجرد که میمیره، میره فایده نمی و, و از این جمله ما شما میتونیم گفته که بعضی چیزهایی که انسان در زندگی آنقدر خود در او غرق میسازه مصروف میسازه که به مجرد که میمیره تمامش از او گرفته میشه به طور مثال من مثال براتون پیشکش میکنم شما نگوین که استاد تعرف زد که زندگی دنیا بدل نمیخوره آخر زندگی یک متاع است زندگی دنیا برای است که انسان زندگی بکنه از نعمتش استفاده بکنه و شکر الله را هم بکنه دیگه من یک مثال براتون میتونم به طور مثال کسی تبابت میخواند، ده سال دوازده سال تبابت میخونه در پالی ازی چار پنج سال دیگه هم تا که دکتری خود میگیره و تمام زندگی خود وقف تبابت دکتری میکنه خب این کار خیلی خوب است اما اگر امی انسان انسان مومن باشه الحمدلله مسلمان اما هست مومن بودن شرط داره که در این باره مکلپ های سرطی خیلی زیاد دارم اگر آدم دکتر یا انجینیر یا هر مسئله را که خوانده اگر مؤمن باشه خوب فبه ها و اگر و اگر ای مسلک ازی ای دکتری ازی ای انجینری ازی تمام چیزایی را که خوانده ای پیلوتی ازی ای بانکداری ازی تمام مسائل دنیایی را که خوانده اگر ای ای را از یاد الله غافل بکنه و ای انقدر در غرق که در الله و لحب باشه پس با مجرد که این می میره با مجرده که قبر ایرا را صدا میزنه با مجرد که ملک الموت میاد جان از ای را میگیره این چیزها برش اصلا فایده نداره یگانه چیزی که اونجا برای زی فایده داره مو هزی هست همو عمل نیک هزی هست و همو عمل کرد هزی است که از لا و لحب ای دوری کرده یعنی عزیزان گران خاطر لا و لحب در زندگی انسان ها نقش خیلی بارز در منفیگرایی افکار هزی داره لا و لحب در زندگی انسان نقش خیلی بارز در خوابهای هزی داره نقش خیلی خطرناک و منفی در نمازهای ازی داره اگر کسی در نماز وسوسه میشه شما ببینین اکثریت برادران و خواهران برای ما میگن که ما در نمازها وسوسه میشیم ما چی کنیم مثال جواب ازی ساده و آسان است و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که لا و لحب است که انسان از نمازش غافل میسازه که خشو و خضور از نمازهای انسانها از بین میبره و امور تارگت قرار میده هدف قرار میده هر قدری که انسان چشمه های خدا گوش های خدا افکار خدا از لا و لحب دور داشته باشه به با مو اندازه میتونه که به نمازهای خود تمرکز بکنه به مو اندازه میتونه که در نماز خود خوشو و خضو پیدا بکنه و خوشو و خضو اصل بکنه به مو اندازه میتونه که ای عواسپرتی و پریشانی از نمازها از ای کاسته شود و به دور شود هر قدری که با چشم خود انسان چیزهایی را میبینه که به آخرت از فایده نداره دراما ها را میبینه و فیلم را میبینه و دراما های ترکی و دراما های هندی و آهنگ ها و مضحکات و لطیفه ها و فقاهی ها و برنامه شیطان و برنامه این و برنامه آن هزاران برنامه های کانال های تلویزیونی و قنات مختلف هست که را انسان ها روزانه وقتی که حتی اینا میرن از کار خسته میباشن خوره وقتی که میشن که گلاس چای میخورن با فامیل خود حتی مو های بیچاره را هم وقت اونا را زایم میکنه اونا را به اون لا و لعب از اون طفولیت اونا را آغشته میسازند او طفلک ها باید درس بخوانند باید اونا اگر درس های مکتب اینا را نمیخوانند درس های اسلامی باید بر از اونا داده شود برای از اونا باید یاد داده شود که نفس چی از زندگی چی از؟ شیطان چی است بر باید شیطان و امی تمام عوامل فریبکارانه شیطان تدریس شود بر زنا باید نفس, نفس تدریس شوه اما می انسان میاد در مقابل تلویزیون می نشینه ریوت و تمام لا و لحبه می بینا. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم به عصر انسان در زیان است انسان در زیان است بله امی زیان است که انسان را باعث میشه که خواب به تزریق شوه و ببینین خواب های منفی از, از لا و انسان ها هست به چیزی که انسان زیادتر وقت خود آغشته می به اون چیزی که انسان زیادتر وقتش با او می در طول 24 ساعت شما فکر کنین اگر یک نفر 8 ساعت خواب می‌کنه باقی 8 ساعت کار می‌کنه اگر, اگر کارگر باشه یا درس می و بقیه 8 ساعت دیگر ای هم برای خود مصرفیت داره یعنی 16 ساعت یک انسان هر مصرفیتی که داره به هر چیزی که آغشته هست اگر این لعو باشه خواب هایش از اون مملو و شیطان میتونه که به این غلبه بکنه شیطان میتونه که به این اران چیزی را که بخواه زرق بکنه خوابهای بعد از جانب شیطان است خوابهای منفی از جانب شیطان است الله سبحانه و تعالی بندگان خدا خیلی دوست داره و نمیخواه که بندگانش خفه شوه الله سبحانه و تعالی نمیخواه که بندگانش با خوابهای بدی برازو روزش آنقدر خراب شوه آنقدر تشویش بکنه آنقدر جگر خون شو که نمازهای خود از دست بده و او نتونه در نماز خود تمرکز بکنه او نتونه در وضو خود تمرکز بکنه او نتونه که در قرآن خود تدبر بکنه و الله سبحانه و تعالی هیچ وقت ظلم بر انسان نمیکنه بر بنده خود این ظلم نمیکنه الله سبحانه و تعالی اگر خواب های رحمانی برای یک انسان پخش میکنه اگر کدام چیزی در تقدیر از این نوشته هست مثلا برای یک ما بعد یا یک هفته بعد یا فردا یا پس فردا به این شکل نیست که او را مستقیم امو خواب برای تزدیق بکنه برای او به شکل الهام میشه که او یک, چیز دیگر می باشه و باید یک معبر خیلی صادق و پاک و پاکیزه باشه که طبق کتاب سنت او را برش تعبیر بکنه و, و به این شکل الله سبحانه تعالی در خواب رحمانی به شکل معما بر انسانی را پیش فکر میکنه و, و, و خواب هایی که شما میگین که من معمولا خواب میبینم بازو به با حقیقت تحقق میافه این خواب ها ای, ای, یک ای یک, فکر هست که شیاطین در افکار انسان ای را تذریخ میکنه شیاطین انواع و اقسام مختلفی دارن نظر به حدیث مبارک صلی الله علیه و سلم و له گروه های مختلف از شیاطین هستند و نظر به قدرتی که الله سبحانه و تعالی بین داده قدرت های هم متفاوت است عفاریت یا افریت ها هستند که در فضا پرواز میکنند اینا انقدر الله سبحانه به بینا قدرت داده که حتی در, در, پیش از اینکه قرآن کریم نازل شود پیش از اینکه رسول کریم صلی الله علیه و سلم که در بازار عکاز در رفتار بود و که در ما در این خیلی اصوبت کردیم پیش از اینکه مسائل بیا و گروهی از جنیات بیان در نماز که رسول مبارک صلی الله علیه و سلم امامت میکرد آواز از قرآن بشنند یعنی اینجا الله سبحانه و تعالی اینا را قطغن کرد که به یعنی فضا داخل شده نتونن یعنی به فضای خارج از محیط فضای ما و شما اینا حتی میتونستند پرواز بکنن و خبرهایی که در عالم بالا بود مثلا الله سبحانه و تعالی به ملائک امر میکرد یک امر را یک کار نبرشون امر میکرد و این در ملائک با دیگه وقتی که صحبت میکردن آواز اینا را اینا میشنیدن و بعضی خبرها اینها اینا به زمین می آوردن و این خبرها مثلا یک خبر راست می گفتند هزاران دروغ به این افزایش میکردند تا بالاخره الله سبحانه و تعالی ملائک را که خاصی هست در, آسمانها، آسمان ها اونا را مقرر کرد کتاب با شعاب ساقب یا پارچه سنگ های آتشین بر اینا اواله بکنه تا اینا را از بین ببره و همین پارچه سنگ های خطرناک بر اینا میخورد و بعضشان به قتل می رسیدن و بعضشان به زمین می اگر شما متوجه باشند چند نقش پیش در شوروی در یک قسمت های روس یک پاچه سنگ از آسمان خود شهاب ساقب که بسیار خانه ها را هم خراب کرد و انشاءالله که شیاطین و افعاریت خبیص هم از بین برد پس اینا نظر به مقدرت هایی که الله سبحانه و تعالی دادند به مختلف هستند و اینا میتونن که بعضی چیزها را که الله سبحانه تعالی با ما حکمت بالغه خود به اینا داده خواب های بد را در انسان تزگیق بکنن و بعضی اینا الله سبحانه وتعالی قدرت داده مثلا میتونه که یک کار را فردا در حق شما انجام بده پس این چیز اول ای تزریق میکنه به فکر شما وقتی که تزریق کرد رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میفرماید که لطفا ای خوابت به کس نگو ای خواب بدی که تو دیدی که تو رو باعث شده که تو را خیر خفه ساخته ایره برای کس بازگو نکو دلیلش میفهمین چی است دلیل از است که اونو بخوابه که در توان از است که امیر عملی میتونه کده امو خوابه برای اول تزدیخ میکنه فرداش که خودت ایره به کس قصه کردی بازی شیاطین با هم مجلس میکنه میگه سعی که چطور ما ایره احمق ساختیم ایره خواب خود قصه کرد بچه ها دست شوین برین دیگه شیاطین خود صدا میکنه عسکرای خدا صدا میکنه میگه دست به کار شوین فلان چیز بد رو یا شریر را در حق زیادم انجام بده و ما هم بضارین به ما الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که اینا نمیتونن ضرر برسانن با کسی الا با اذن الله و ما هم بضارین به من احد الا با اذن الله به هیچ کسی نمیتونن اینا ضرر برسانن اما با اذن الله سبحانه و تعالی اما اینجا اذن الله سبحانه و تعالی یعنی خدا خواسته یا الله سبحانه و تعالی که در حق کسی یک ضرر برسه بسیاری چیزها در زندگی انسان که الله سبحانه و برش تجویز کرده به خاطر عزیز که همین ضررها از زندگی دور شود که او پنج وقت نماز است که او پنج وقت نماز با خشوع و با خضوع است که او تلاوت قرآن است که او از کار صبح و از کار شام است که او از کار نوم است که او وقتی خواب میکنی با سنت رسول مبارک صلی الله علیه و سلم با طریقه و شیوه رسول مبارک صلی الله علیه و سلم خواب کنی با طرف راست خواب کنی وضو داشته باشی و دعای مسنونی را که الله سبحانه و تعالی در قرآن و حتی خود رسول مبارک صلی الله علیه و سلم در سنت بر ما را تجویز کرده او دعاهای خاص را میشه و به جان میشه، جان خودت از سر تا پا با دو کف دست خود میگیری و را میخوانی و دم میکنی و بعد از او الله سبحانه تعالی ملکی را به طرف راست تو مقرر میکنه که در دست از او شمشیر هست که شیطانی که میخواد که افکار منفی را به تو تزریق بکنه او داخل میشه در خانه و میخواه که افکار را به تو تزریق بکنه و این ملک صدا میکنه سرش که اصلا این کار را کرده نمیتونی که بنده الله خدا به الله سپرده پس ما غافلیم غافل از همه چیزها هستیم و ای احادیث صحیح مبارک است که در کتب صحیح احادیث وارد شده و ای آیات قرآن است که این است آیاتی که الله سبحانه و تعالی به خاطر حفظ شیاطین بر ما شما تجویز کرده پس وقتی که ما با الله و لحب با چیزهای دنیوی خیلی خودم مشغول میکنیم آنقدر خود خسته میسازیم آنقدر دماغ و افکار و قلب ما خسته میشه که ما به الله سبحانه و تعالی وقت نداریم به عبادات درست وقت نداریم به وقتش عبادت نمیکنیم والله الله سبحانه و تعالی میگه که عبادت که ما برای شما خلق کردیم برای شما گذاشتیم برای شما ایره ما وجیبه بر قرار دادیم باید در وقتش ادا بشه و اگر در وقتش ادا نشد فکر بکنیم که از سر تا پای شما پنج سپری هست و این پنج سپر پاهای شما را تا زانو از زانو تا قسمت بالایی و قسمت وسطی قسمت بالایی بطن و قسمت روی شما را حفظ میکنه یعنی پنج سپر این پنج نماز و پنج عبادت است که باید در وقتش ادا شوه بلا و لحب بسیار وقت داریم با کارهایی که در آخرت ما با درد ما بخوره بسیار وقت داریم افکار خدا مخشوش با او چیزا میسازیم ذهن خدا مانده و خسته و زار و بیچاره میسازیم وقت زایی می کنیم تمام چیزها رو میکنیم اما وقتی که در عبادت میایم به اونجا پای ما میلنگه در اونجا ما چیز نمی کنیم پس امو است که الله سبحانه و تعالی امو ملک را که باید در خواب به تو مقرر میکرد که از تو محافظت بکنه که شیطان نیایه و در افکار تو در خواب تو در رویای تو افکار منفی و خوابهای منفی را زرق نکنه پس همون ملک نیست یا در خانه تصویر داریم تصاویر هست که ملک در اونجا ظهور نمیکنه شما ببینید که در جبریل امین در مدت زیاد از خانه رسول کریم صلی الله علیه و سلم برفتن به اوج ابا ورزید یعنی خانه پیامبر یعنی خانه حبیب الله یعنی خانه نور یعنی خانه برکت یعنی خانه زیبای عزت رسول کریم صلی الله علیه و سلم خانه وحی که وحی و جمعی آمد و جبریل امین به مدت زیاد اونجا نامد و دل مبارک عزت رسول کریم برش تنگ شده بود خیلی تنگ شده بود و عزت مبارک می گفت صلی الله علیه و سلم که یا الله این چی هست تا که روز از روزها لحظه از لحظه ها, ها جبریل امین در را کرد و حضرت رسول کریم صلی الله علیه سلم به او نگاه کرد و بسیار خاست و زار گفت در خانه که در اونجا تصاویر و سگ باشه ما داخل نمیشیم ما داخل نگفت که ما داخل نمیشم ما یعنی جنس ملک در خانه ما شما تصاویر تصاویر متحرک حتی هست تصاویری که مثلا در دیوار نصب میکنیم او را خوب بگذار کسی که علم داشته باشه و درباره تصاویر تحقیقات کرده باشه اونا معنی را بسیار ثابت درک میکنن که تصاویر چرا چه چیز باعث میشه که تصویر بر ضد خود انسان شود